18 سال زندان و تبعید به زندان برازجان برای عبدالفتاح سلطانی، وکیل مدافع حقوق بشر. وکیل مدافعی که سالها وکالت فعالان سیاسی، دانشجویان و روزنامه‌نگاران زندانی در ایران را بر عهده داشت، حالا با محکومیتی سنگین‌تر از بسیاری از موکلینش مواجه شده. منابع خبری نزدیک به مخالفان دولت ایران امروز خبر دادند که حکم زندان عبدالفتاح سلطانی توسط قاضی میرعباسی، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب صادر و به وکلای آقای سلطانی ابلاغ شده. بر اساس این حکم، وی به 20 سال محرومیت از حرفه وکالت هم محکوم شده. اتهامات این وکیل دادگستری، تبلیغ علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و اجتماع و تبانی علیه نظام اعلام شده. تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ هم یکی دیگر از اتهامات آقای سلطانی است. همراه شو ای عزیز که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی‌شود. جایزه‌ای که همسر او آن را به نیابت از آقای سلطانی دریافت کرد. امروز من نزدیکای ظهر به وقت آلمان از طریق مادرم خبردار شدم که به یکی از وکلا که مراجعه کرده بودن به شعبه ابلاغ شده بود و برامونم واقعا خیلی همراه با شوک بود اصلا وقتی شنیدیم این خبر رو. متاسفانه باید بگم همین الان هم پدرم در حبس غیرقانونی هستن. مادرم هر دو هفته یک بار در ملاقات‌های پشت شیشه‌ای با پدرم دارن، می‌بینن که پدرم هر بار لاغرتر میشن و علائم خب از تشدید بیماری هایی که دارن در حال حاضر در پدر من دیده شده، با توجه به اینکه پدر من الان چهارمین بار هست که بازداشت شدن. ولی خب قاضی که در مورد پرونده پدر من تصمیم گیرنده هستن اصلا تمایلی برای اجرای قانون و عدالت ندارن. دقیقاً به این خاطر که یک همچین حکمی برای پدر من از قبل آماده شده بود و به قاضی دیکته شده بود از طریق مامورین وزارت اطلاعات، پدر من هیچ دفاعی در دادگاه از خودش نکرد چون به صلاحیت دادگاه هیچ اعتقادی نداشت و صدور یک همچین حکمی با توجه به اینکه قبلاً پدر من مورد تهدید قرار گرفته بود که نوبت تو هم میشه و بین اعضای کانون مدافعین حقوق بشر به پدر من همیشه گفته بودن که تو بیشترین حکم رو خواهی گرفت و الان ما شاهد این مسئله بودیم که قاضی هم دقیقا همون حرفهای مأمورین وزارت اطلاعات رو در مورد پدر من عمل کرده. جدا از عبدالفتاح سلطانی، چند وکیل دادگستری دیگر هم هستند که به دلایل سیاسی با احکام زندان روبرو شده و یا بدون صدور حکم زندانی اند، از جمله محمد سیف‌زاده، قاسم شعله‌سعدی و نسرین ستوده. کوروش صحتی، صدای آمریکا.